به نام خدا. سلام بچه ها، امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یه سری نمونه سوالات مهمه کتاب 11 رو با هم دیگه کار کنیم. من تقریبا 11 تا از تیپایی که حالا توی امتحانات معمولا روتینه و ازشون سوال میاد رو انتخاب کردم و دونه دونه میخوایم حالا ازشون سوال حل کنیم. پیش فرضم هم توی اینا اینه که شما درس رو خوندید، حالا کتاب جزوه هر چیزی که بهتون دادیم رو کامل یاد گرفتید، فقط حالا یه مرور کنید و خودتون رو بسنجید. پس ما دونه دونه شروع میکنیم سوالا رو حل کردن. سوال اول گفته معادله خطی که از این دو نقطه میگذره رو بنویسید. ببین تیپ اول راجع به هندسه تحلیلیه. بچه معادله خطی که از دو تا نقطه میگذره، ما میگیم معادله خط اینه: Y مساوی است با AX به اضافه B. هر نقطه ای هم که بهمون بدن داخلش صدق میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه من به X هم بدم 3، Y هم میشه 5، به X هم بدم 6، Y هم میشه 14. خب 3 بدیم، 3A به اضافه B شده 5، بعد 6 بدم میشه 6A به اضافه چند یه دونه B مساویه با 14. حالا اینا رو میام از همدیگه کمشون میکنم. 3A منهای 6A میشه منفی 3A، B با B میره 5، منهای 14 میشه منفی 9، آمون به دست میاد 3. پس آی من 3 A رو بذاریم 3، مثلا تو این A رو بذاریم 3 میشه 9 به اضافه B مساوی 5، B به دست میاد منفی 4. پس B من منفی 4، آی من 3، معادله اینه Y مساوی است با 3X به اضافه 4. اینم معادله خطش. بریم سراغ سوال بعدی. گفته دو خط به معادله فلان ضلع‌های مجاور یک مستطیلن. خب بچه ببینید، گفته ضلع‌های مجاور، ما میگیم توی معادله خط به فرم Y مساوی AX به اضافه B، اینی که اینجاست شیبمونه. خب این همیشه شیب ماه. پس من الان میگم توی اینا Y مساوی است با 2M به اضافه 1 X به اضافه 1. شیب رو دارم، شیبم چیه؟ 2M به اضافه 1. اینم اگر همش رو تقسیم بر M به اضافه 2 کنم میشه Y مساوی است با 1 به روی M به اضافه 2 X به اضافه 3 به روی M به اضافه 2. این هم شیب اینه. پس شیب یکی هم میشه 1 به روی M به اضافه 2. حالا سوال گفته اینا ضلع‌های مجاور یه مستطیلن، مثلا این دوتا هن کنار همن. بچه ها ضلع‌های مجاور به هم چی هن؟ عمودن. خب دوتا ضلع مجاور همیشه به هم عمودن و ضرب شیباشون میشه منفی 1. پس 2M به اضافه 1 ضرب در 1 به روی M به اضافه 2 باید بشه منفی 1. خب میگیم 2M به اضافه 1 به روی M به اضافه 2 شده منفی 1، 2M به اضافه 1 شده منفی M منهای 2، 3M شده منفی 3، M به دست میاد منفی 1. پس ام من باید منفی 1 باشه. دیگه حالا داخل این قرار میدیم و چکش میکنیم. چرا؟ چون به هم عمود بودن. پس دو خط به هم عمود بودن ضرب شیبا منفی 1، که موازی بودن شیبا برابره. خب سوال بعدی گفته اینا رأسای یه مثلثن، طول میانه AM را به دست بیارید. بچه ها رأسای یه مثلث داریم، این آمونه 1 و 9، این بیمونه 3 و 1، این سیمونه 7 و 11. سوال به من چی گفته؟ گفته آقا میانه آم، میانه آم یعنی وسط این. پس من اول ام رو حساب کنم. ام چجوری به دست میاد؟ وسط دوتا نقطه چجوری به دست میاد؟ جمع تقسیم بر 2 دیگه. ایکساشو جمع کن، 3 و 7 تقسیم بر 2 5، 11 1 12 تقسیم بر 2 6. حالا طول اینو خواسته،
طول، حالا مثلا اندازه AM اینجوری حساب میشه، رادیکال ایکس رو از هم کم میکنیم، یعنی 5 منهای 1 به توان 2، 6 منهای 9 هم به توان 2، میشه رادیکال 25 که مساوی است با 5. پس جوابش میشه 5. بعدی گفته این دو نقطه رو در نظر بگیرید، معادله عمود منصف پاره خط آبی رو بنویسید. خب آقا این دو تا نقطه رو ما داریم، دقت کنید، این نقطه آ 14 و 3، این نقطه بی 10 و -13. عمود منصف یعنی هم بهش عموده هم نصفش میکنه. خب پس من اول نقطه وسطش رو پیدا کنم. شما عمود منصف اینجوریه، اینو دقیقا بهش عمود اون نصف میکنه. این نقطه اینجوری به دست میاد، وسط اینا 14 و 10 تقسیم بر 2، 12 و 3، و این میشه -5. اینم با این جمع کردم تقسیم بر 2، وسط به دست اومد. حالا شیب آبی رو به دست بیارم، شیب میشه تغییرات ایگره که میشه 3 منهای -13 بروی 14 منهای 10، میشه 4، درسته؟ پس شیب این -1/4، چون شیبا عکس و قرینه همن. معادله پاره خط ایگرگ منهای ایگرگ 0 ام در ایکس منهای ایکس 0. خب بچه ها یه نقطه از خط تو داریم، اینها ایگرگش رو میذاریم -5، اممون بوده -1/4، ایکس منهای 12. دیگه اینو سادهش میکنیم، مینویسی این جوابمونه، یعنی معادله پاره خط عمود منصف آبی خواهد بود. سوال بعدی، خب گفته این خط به دایره به این مرکز مماس شده، دقت کنید، یه دایره که مرکزش 2 و -1، یه خط بهش مماس شده، حالا مثلا اینجوری که چیه؟ 3x-4y=0. میگه شعاع دایره چقدره؟ خب دقیقاً شعاع دایره میشه فاصله نقطه تا خط، فاصله نقطه تا خط یعنی بهش عمود میشه چون به هم مماسن، که من اگه اسمش رو بذارم R اینجوری به دست میاد، قدر مطلق 3 تا 2 -4 تا -1 بروی رادیکال A2 به 2، 3 به توان 2 9، -4 به توان 2 16، این میشه 10/5 2، شعاعش 2. اینو بلدید دیگه، میشه رادیکال 25 جذرش 5. گفته 2 ضرب 1 مربع منطبق بر دو خط به این معادله هستن، مساحت رو پیدا کنید. بچه ها یه سوال، من اگه بیام اینا رو بنویسم خیلی شبیه همن، ایگرگ رو ببر اونور، اینجوری میشه ایکس منهای ایگرگ به اضافه 1 مساوی 0، 2x-2y-3 = 0. شیب جفتشون 1. پس اگر اینا توی مربع باشن ضلع‌های روبروی همن، چون شیب 1 تو جفتش، پس موازیان. آقا ما کاری که انجام میدیم وقتی دو تا خط موازیان شیب رو اینجوری حساب میکنیم، اول ضریب x و y‌اش رو یکسان میکنیم، یعنی اینجا 2 بشه اینجا هم 2، همه رو توی 2 ضرب کردم. حالا شیب اینجوری به دست میومد، C-C' به روی رادیکال A2 به اضافه B2، این C'C' 2-3 رادیکال A2، 2 به توان 2 4، 2 به توان 2 4، میشه 5 به روی رادیکال 8 هم که میشه 2 رادیکال 2. دوست داشتیم اینو گویاش میکنیم که حالا من دوست ندارم این ضلعم. سوال چیو میخواد؟ مساحت. مساحت یه مربع چی میشه؟ ضلع به توان 2. پس میگیم 5 / 2 رادیکال 2 / 2 میشه 25/8. جواب این سوال میشه 25/8. تیپ 2، روابط بین ریشه ها. حتما قواعد و فرموله روابط بین ریشه ها رو بلدید دیگه، این آمونه بیمونه سیمونه. آلفا به اضافه بتا میشه اس که میشه -B/ام میشه 12/4 = 0. پی آلفا ضرب در بتا میشه C/ام 1/4.
یه یادآوری کنیم، آلفا دو به اضافه بتا دو میشد اس دو منهای دو پی، رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا هم میشد رادیکال اس به اضافه دو تا رادیکال پی، به همین صورت. اینو میخوام اینا رو مخرج مشترک میگیرم به این میرسم. حالا رادیکال آلفا به اضافه رادیکال بتا چی میشه؟ رادیکال اس به اضافه دوتا رادیکال پی. پایین چی داریم؟ رادیکال پی. اینا رو میخوام حسابشون کنم. اس رو دارم سه، پی رو دارم یک چهارم. خب پس رادیکال 3 به اضافه 2 تا رادیکال پی یعنی جذر 1 چهارم که میشه 1 دوم، رادیکال پی هم که جذر 1 چهارمه که باز 1 دوم. خب این جواب آخرش رو حساب میکنیم، بالا این جوابش میشه 4 جذرش 2 به روی 1 دوم مساوی 4. پس جواب این شد 4. بریم سراغ بعدی. گفته اگر مجموع ریشه ها برابر 4 باشه حاصل ضرب چقدر؟ بچه ها آشو داریم، بیشو داریم، خب دونه دونه اینا رو نوشته دیگه، اینم 3 خالی ها ایکس نداره. حاصل ضرب ریشه ها چقدر؟ اس یعنی آلفا به اضافه بتا یا جمع ریشه ها منفی بیام شده آ به اضافه 3 که سوال گفته 4ه، آ به دست میاد 1 و معادله هم میشه ایکس دو منهای 4x به اضافه 3 مساوی 0. حالا ضربشون رو میخواد، پی سی آم میشه سه یکم سه. یعنی شما فقط کافیه صورت سوال بنویسید، هرچی داده بنویسید. بعدی گفته معادله بنویسید ریشه هاش اینا باشه. هر وقت دو تا ریشه داشتیم به اسم آلفا و بتا خواستیم معادله بنویسیم، فرمول این بود ایکس دو منهای اس ایکس به اضافه پی مساوی صفر. اس جمع ایناست، 3 به اضافه رادیکال 5 دوم، 3 منهای رادیکال 5 دوم که اینا رو با هم جمع کنم میشه 3 خالی. ببین 3 با 3 میشه 6، اینا با هم میرن تقسیم بر 2 که میشه 3. پی ضرب ایناست، 3 به اضافه رادیکال 5 دوم، 3 منهای رادیکال 5 دوم میشه 4 دوم 2. اتحاد مزدوج صورت، 3 ضرب در 3 9، رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 5، 9 منهای 5 4 به روی 2 میشه 2. اس و پی رو داریم، معادله x دو منهای 3x به اضافه 2 مساوی 0. دقت کنید من فقط دارم اینا راه تشریحی حل میکنم، اصلا بحث تستی جداست. حالا ما بهتون قسمت های تستی رو هم گفتیم ولی اینجا داریم فقط تشریحی سوالات رو با هم دیگه حل میکنیم. تیپ سوم معادلات، معادله حل کنیم اینجوری. ببین دو تا x 4 منهای 7 x 2 منهای 4 مساوی 0. تو اینا باید تغییر متغیر بدیم، یعنی سوالاتی که میبینید درجه شون 4ه حتما تغییر متغیر میخوان. x 2 رو بگیرم تی میشه 2 تی 2 منهای 7 تی منهای 4 مساوی 0. خب حالا اینو میخوایم حلش کنیم. آقا اینو شروع میکنیم حل کردن، اصلا روش دلتا من با یه رنگ دیگه بنویسم زیاد قرمز نباشه دیگه همش. منفی 7 به تمام 2 میشه 49 4 آ سی 49 منهای. بچه ها این چند میشه؟ 4 4 تا 16 تا ضرب در 2 32 به اضافه 32 81. آره 81. پس ریشه هامون اینجوری به دست میاد، ریشه هامون x t 1 میشه منفی b که میشه 7 به اضافه رادیکال 81 که میشه 9 2 a 4 و t 2 میشه 7 منهای 9 4. این که قبول نیست. چرا؟ چون اینا یعنی x2 دیگه، تیامون همون x2 بودن. آقا 7 منهای 9 میشه منفی 2 تقسیم بر 4 منفی 2 4، اصلا x2 نمیتونه منفی باشه، فقط این قبوله.
اینم با هم جمعش کنیم میشه 16 تقسیم بر 4 میشه 4 x به دست میاد مثبت منفی 2. پس دو تا x داریم، یه دونه 2 یه دونه منفی 2. بعدی یه معادله گویا میخوایم با هم حل کنیم. خب ببین سه کسریه، توی این سه کسری ها اونایی که درجهشون نزدیک همه رو با هم مخرج مشترک میگیریم، یعنی این دوتا. ببین مخرج مشترک میگیرم، مینویسم x در x به اضافه 2، 2 تو این ضرب میشه منهای 3x در x، این ور داریم x، مخرج اینم که x در x به اضافه 2. خب بچه ها اگه دقت کنید این دوتا با هم میرن بالا رو، اگه من مرتب بنویسم منفی 3x تو این ضرب میشه میشه منفی 3x، 2 2 تو x ضرب میشه میشه 2x، 2 تو 2 ضرب میشه میشه 4، اون ور چی داریم؟ x. درسته؟ همه رو میارم یه طرف، منفی 3x 2 به اضافه x به اضافه 4 مساوی 0. درست. خب a به اضافه c شده b. ببینید 4 این میشه 1 دیگه، دو تا ریشه داره، 1x میده منفی 1، 1x میده منفی 3 که میشه 4 سوم. خب منفی 1 و 4 سوم جفتش هم قبوله. آقا تو معادلات گویا وقتی حل میکنی چک کن مخرج کس صفر نشه، اینو حتما یادتون باشه. این سری یه معادله گنگ با هم حل کنیم، رادیکالی. توی این چی کار کنم؟ خب توی این سوال میام این کار رو انجام میدم، میام اینو میبرم اون ور، مینویسم رادیکال x به اضافه 1 شده 1 به اضافه رادیکال 2x منهای 5. توی اینجور سوال همیشه تهش باید جواب رو چک کنیم. رادیکال چجوری از شرش خلاص شم؟ توان 2 این ور میشه x به اضافه 1، اون ور اولی به توان 2 1، دومی به توان 2 2x منهای 5، دو برابر اولی در دومی. حالا اینا رو میارم یه طرف، یک با یک میره، این بیاد این بر میشه 5 منهای x. درسته؟ ببینید یک با این میشه منفی 4، بیاد این بر مثبت 4 با یک. ببینیم آره دیگه، این یک که با این یک رفته، این اومده این بر شده مثبت 5 منهای x. این بر چی داریم؟ دو تا رادیکال x منهای 5. ای وقت من یه جای اشتباه محاسباتی داشتم دیگه، شما ببخشید، چون داریم تون تون حل میکنیم یه مقدار طبیعیه. اینا رو به توان 2 میرسونیم، اولی به توان 2 25 به اضافه x2 منهای 10x، این برم میشه 4 تا x منهای 5، مرتبش میکنم x2 منهای این تو این ضرب بشه، بچه ها میدونید دیگه میشه 4x منهای 20، آوردم این بر شد منفی 14x، مثبت 20 با 25 میشه مثبت 45 مساوی صفر. خب این حالا شروع میکنیم دیگه حساب کردن. ببین عددی که من اینجا الان به دست آوردم، اینو تازه شروع میکنم حساب کردنش که آقا این چی میشه دیگه. از اینجا به بعد اینو شروع میکنید حل کردن و بعدش هم جواب رو به دست بیارید. پس یه بار دیگه با هم بریم، اینو بردم این طرف، به توان دو رسوندم، یک با یک از بین رفت، منفی 5 اومد این ور شد مثبت 5، 2x اومد این ور شد منفی 2x، با x میشه منفی x شده. این به توان 2 رسوندم، اولی به توان 2، دومی به توان 2، دو برابر اولی در دومی، این ورم به توان 2 رسوندم، 4x آوردم این ور نوشتم منفی 14x، اینجا هم نوشتم 45. دیگه اینجا بعد حل میکنید جواب به دست میارید، فقط تهش تو این باید چک بشه. خب بعدی میگه یک قطار با سرعت v حرکت میکنه. بچه ها یه چیز رو بلد باشید، زمان میشه جا به جایی تقسیم بر سرعت، این تو کتاب هست بعد بلد باشید. پس زمان میشه جا به جایی تقسیم بر سرعت. خب یک قطار با سرعت v مسافت 60 کیلومتر را طی میکند و پس از آن به مکان اولیه خود برمیگردد. خود برمیگردد اگر زمان بازگشت نیم ساعت طولانی تر از زمان رفت باشد، این قطار سرعتش چقدره؟ بچه دقت کنید، گفته زمان بازگشت نیم ساعت طولانی تره،
چرا؟ چون سرعتش رو گفته بگیر وی منهای 10. خب ما میگیم زمان رفت میشه 60 کیلومتر تقسیم بر وی، زمان برگشت چی شده؟ زمان برگشت شده 60 تقسیم بر وی منهای 10. سوال گفته اختلاف اینا نیم ساعته، چون کیلومتر بر ساعت دیگه یعنی 1/2. به واحدها دقت کنید، 60 به روی وی منهای 10 منهای 60 به روی وی. آقا این معادله رو حل میکنید جوابش به دست میاد. من معادله گویا نوشتنش رو میخواستم بهتون یاد بدم، شبیه اینا تو تمریناتتونه دیگه. این دوتا رو میتونی مخرج مشترک بگیری، وی رو به دست بیاری، میتونی عدد بدی وی رو به دست بیاری، حالا به هر طریقی که دوست دارید. یه مدل دیگه هم دارن اینا. اگر دو نفر داشتیم، یه آ یه بی، اینا با هم بخوان یه کاری رو انجام بدن میشه ضربشون به جمعشون. مثلا میگم من تنها یه کتابی رو تو 5 ساعت میخونم، دوستم یا حالا مثلا یه کاری، مثلا یه خونه ای رو تو 5 ساعت رنگ میکنم، دوستم تنها توی 10 ساعت، دو تایی با هم چقدر طول میکشه؟ میشه ضربمون به جمعمون، یعنی 5 ضرب داره 10 تقسیم بر 5 به اضافه 10. گفته دو ماشین چمنزنی با هم کار کنن، یه کاری رو چند ساعته انجام میدن؟ 4 ساعته. سرعت کار یکم دو برابر اون یکیه، یعنی یکی آه، حالا آ نگیریم، ایکس بگیریم که معادله رو راحت‌تر حل کنیم. یکیشون اگه سرعتش ایکس باشه، اون یکی 2x. درسته؟ یکی ایکسه، یکی 2x. با هم تو 4 ساعت انجام میدن، یعنی ضربشون به جمعشون میشه 4 ساعت. ضرب اینا چی میشه؟ 2x دو. جمع اینا چی میشه؟ 3x شده 4. درسته؟ خب 1x با توان این از بین میره، 2x مساوی است با 12، x میشه 6. پس یکیشون 6ه، اون یکی 12 سرعت تنهاش. به همین راحتی. تیپ 4 سهمی، ما 11 تا تیپ قراره کار کنیم. گفته اگر رأس سهمی این باشد، بچه ها یادتون باشه رأس سهمی رو هر وقت بهتون دادن ایکسش میشه منفی بی به روی 2a، از طرفی رأس سهمی توی خودش صدق میکنه، یعنی 1 بدیم 2 میده. اوکی؟ خب تابمون اینه، اف ایکس مساوی است با ایکس دو به اضافه آی ایکس به اضافه بی. اومده یه ذره با سوال بازی کرده، این آیه که ما بلدیم یکه، این بیه، این سیه، فرمولی که بلدی رو بگو. خب منفی بی به روی دو میشه منفی آ دوم، منفی بی دو آ، دوتا یکی شده 1. آمون به دست میاد، آم میشه منفی 2. خب پس تابع من به این تبدیل میشه، اف ایکس ایکس دو منهای 2x به اضافه بی. حالا گفته بهش 1 بدیم 2 میده، آه 1 بدیم چند میده؟ 2. 1 بده میشه 1 منهای 2 به اضافه بی، باید 2 بده. بی منهای 1 میشه 2، بی میشه 3. خب بی رو داریم، آرم داریم، بی به اضافه 2 آ رو میخواد، 3 به اضافه 2 تا منفی 2 مساوی است با منفی 1. اینم از جواب این سوال. بعدی گفتم معادله سهمی رو بنویسید. خب ببینید بچه ها، من اینو به دو روش میتونم حل کنم. ما هر وقت رأس رو داشتیم، اگر رأس رو داشتید فرمول اینه، ایگرگ مساوی آ در ایکس منهای مثلا رأس سهمی باشه x0 و y0. فرض کن رأسش اینه، x0 به اضافه y0. اگه ریشه هاشو داشتیم، مثلا ریشه آلفا و بتا اینه، من الان میدونم یه ریشه چنده؟ 2. محور تقارن چنده؟ 3. پس ریشه بعدی 4. یه واحد رفته یه واحد دیگه میریم جلو. پس این معادله به این طرف میشه، آ ریشه ها رو داریم، x منهای 2 x منهای 4. حالا من چون سوال یه چیز دیگر هم به من گفته، گفته محور ایگرگا رو تو چند قطع کردیم؟ 4. آقا جایی که محور ایگرگا رو قطع میکنه x اش 0ه، پس من
اگر به ایکس هم بدم صفر، ایگرگ 4ه. ببینید به ایکس هم بدم صفر، آ صفر منهای 2 منفی 2، صفر منهای 4 منفی 4. از اینجا آ به دست میاد. خب این با این میره، ببین منفیاش که با هم میره، آمون میشه 1/2. پس بچه آی منم 1/2 و معادلمون میشه 1/2 ایکس منهای 2 ایکس منهای 4. اینم از معادله این سهمی بود. تیپ 5، میریم سراغ هندسه. من مفاهیم هندسه رو اینجا نذاشتم، خواهش میکنم بخونید رسما رو. کسایی که کتاب ریاضی وی آی پی که خودم بهتون دادم رو دارید بشینید حتما اونا رو بخونید، ندارید از روی متن کتاب درسی شروع کنیم حالا اینا رو حل کردن. اینو داده گفته آبیوم چقدر. ببین من مرتب بنویسم، 3A به اضافه 10 2A به اضافه 10 شده 3B به اضافه 7 2B به اضافه 7، درسته؟ خب من کاری که میتونم توی این انجام بدم، یه راهش طرف این وسطه اینه، یه راه اینه. آقا یه مخرج از صورت‌ها کم کنم، یه مخرج از صورت اینا کم کنیم ببینیم به چی میرسیم. یعنی یه 2A به اضافه 10 از این کم کن، بالا میمونه A. به روی 2A به اضافه 10 این ور از این کم کنیم میمونه B. به روی 2B به اضافه 7. حالا دو تا صورت از مخرج کم کنیم، دو تا A از پایین کم کنیم میشه A دهم. اینجا هم دو تا B کم کنیم میشه B هفتم. جا به جایی A بیوم مساوی است با 10/7. جوابش به دست اومد، شد 10/7. بعدی اثبات برهان خلف. آقا برهان خلف چجوری اثبات میکنن؟ یه نمونه حل میکنم از روی ایده این، بعد بتونید بقیه رو حل کنید. میگه ثابت کنید اگر n عضو اعداد طبیعی و n2 فرد باشد آنگاه این نیست فرد است. من میگم خب فرض کنیم فرد نباشه، چیه اون موقع؟ زوجه. با زوج بریم. زوج یعنی چی؟ یعنی دوکا. پس nمون رو من فرض میکنم دوکا، من فرض میکنم. این فرض سواله، این چیزیه که من فرض میکنم. حکم سوالو من برعکسش رو فرض میگیرم. خب به توان 2 برسونیم. N2 میشه 4K2، 2K2. 2K2 رو میتونم اسمش رو بذارم کاپیریم، شد 2K2. به این نتیجه رسیدیم. پس N2 نیز زوج است، چون دوکا شد دیگه. فرض سوال بردیم زیر سوال، خود سوال گفته اندو فرده. پس نتیجه میگیریم کاری که ما کردیم غلطه، پس فرض ما غلطه و سوال درست گفته. به کمک چی؟ برهان خلف. این کلمه رو حتما باید داخلش بگید. تالس، یه تالس جز به جز داریم، یه تالس جز به کل داریم. اگر این یه مثلث باشه جز به جزش اینه، جز به کلش اینه. نسبت اینا، شکلاش رو من با رنگ کشیدم. خب سوالی داده گفته ایکس و ایگرگ رو پیدا کن. آه کاری نداره که، این دوتا با هم موازی هم دیگه. پس این به این با این به این برابره. علل حساب کاری که انجام دادم اینه، یه جز به جز زدم. 8/4 شده 3y به اضافه 3/6. خب حالا این به 2 ساده میشه میشه 3، این به 2 ساده میشه میشه 2، اینم با این میره میشه 4. طرف این وسط این 3 4 تا 12 تا شده 3y به اضافه 3، y میشه 3. بچه ها y شد 3. حالا یه بارم جز به کل میزنم. کجا جز به کل بزنم؟ دقت کنید کجا جز به کل میزنم. این به کل میشه این به کل. پس 8 به کل این که 8 و 4 میشه 12 شده 6 به 4x به اضافه 1.
دوست داشتی ساده سازی میکنی، اینا رو به 4 میزنی، این میشه 2، این میشه 3. حالا طرف هستین 2 3 6 تا 18 تا، اینو تو این ضرب میکنی میشه 8x به اضافه 2 x تمون 2. x به دست اومد، y هم به دست اومد. بعدی بچه‌ها، این تالس در زوزنقه است. ما هر وقت یه زوزنقه داشتیم، یه خط اینجاش کشیده بودن، ضرب این دوتا با ضرب این دوتا برابره. اینا حتما باید بلد باشید. این وسطیه چجوری به دست میاد؟ ببین، سعی اسم اینو بذارم x y a b. اینجام m n. این نکتهش هم حالا بلد باشید ضرر نداره. میگیم m n هم اینجوری حساب میشه. اینو تو این ضرب میکنی a y به x به روی x به اضافه y. خب این الان کدومه؟ ضرب است. میگیم ضرب اینا با هم یکیه. پس x در 2x به اضافه 1 شده x به اضافه 3 در 2x منهای 1. خب دیگه سوال گفته مقدار x رو به دست بیارید. من شروع میکنم مقدار x رو به دست بیارم. اینا رو تو هم دیگه ضرب کنیم ببینیم به چی میرسیم. 2x دو به اضافه x. ایمان اگه ضرب کنم میشه 2x دو به اضافه 6x منهای x منهای 3. 2x دو با هم میرن، این هم که میشه 5x. بیارم x رو ببرم اون ور، منفی 3 رو بیارم این ور، 4x شده 3x به دست میاد میشه 3/4. پس مقدار x من شد چقدر؟ 3/4. اینم از یه سوال هندسه دیگه. بعدی تشابه. آقا یکی از چیزهای معروف تشابه اینه وقتی که دوتا زاویه یکیه. کلن راجب تشابه اینو بلد باش، دوتا مثلث متشابه بودن قطعاً خب سه تا زاویهشون یکسانه. زاویه های یکسان رو زیر هم بنویس. مثلا ببین آ آ پریم، بی بی پریم، سی سی پریم. بعد اینجوری نسبت تشابه اینجوری به دست بیار. این به این میشه این به این، این به این. یعنی چی؟ یعنی آبی به روی آپریم بپریم میشه بی سی به روی بپریم سپریم میشه آسی به روی آپریم سپریم کا. مثلا اگر نسبت تشابه 2 باشه، نسبت ارتفاع 2ه، نسبت میانه 2ه، نسبت محیط 2ه، نسبت مثلا توان 2شه، یعنی 4. اینم در کنارش بلد باش. خب الان سوال گفته اول ثابت کنید اینا متشابه هن. دو تا زاویه برابر تشابه میده. این دوتا با هم یکیه، متقابل برستن. پس سی یک با سی دو یکیه. این 90، اینم 90. پس بی هم با دی یکیه. خب وقتی اینا یکی باشن قطعا اینا با هم یکی هن دیگه. پس آمون هم با ای یکیه. حالا از روی این گفته مقدار ایکس و ایگرگ رو به دست بیار. آقا من کاری که انجام میدم این همین راه حلی که بهتون گفتم شروع میکنیم انجام دادن. نگاه کن، میگیم آ با ای برابره، مساوی ها رو زیر هم مینویسم، بی با دی برابره، سی حالا سی خالی هستن، سی با سی دیگه، حالا سی یک سی دوش مهم نیست. بچه ها این به این یعنی آ بی به ای دی مساوی است با این به این، یعنی بی سی به دی سی مساوی است با آسی به ای سی، آسی به ای سی. خب دیگه از روی میتونیم ایکس تا ایگرگ و همه چیزش رو پیدا کنیم. دقت کن چجوری میتونم پیدا کنم. خب من همینجا روی خودش با رنگای مختلف مینویسم. آبی رو دارم 4، ای دی رو دارم 12، میشه چقدر؟ 1/3. بی سی ایکس، سی دی 16، آسی 20/3، ای سی ایگرگ. خب یه بار با این دوتا میرم میگم
ببینید بچه‌ها، 4/12 یا همون 1/3 شده x 16 x میشه 16/3. یه بارم 4/12 یا 1/3 شده 20/3 رو تقسیم بر y کنیم میشه 20 به روی 3 y دیگه. 3 هم که با 3 میره y میشه 20. پس x و y من به دست اومد. بعدی این مثلث قائم الزاویه است بچه‌ها. این مثلث قائم الزاویه است. من نکات مثلث قائم الزاویه هم میگم. با اینکه قرار نبوده توی این فیلم ما درس بدیم، من چند تا چیزو میگم. A B C. ببینید بچه‌ها، ما توی یه سری روابط داریم که شما باید بلد باشید. یعنی اگر ارتفاع این رو بکشیم، این روابط برقراره. اسم اینو بذارم H. میگیم AH ضرب داره BC. AH BC با AB ضرب داره AC برابره. ضرب این دوتا ذلهای قائمه. بعد اگر بگن AB به توان دو چی میشه؟ این به توان دو چی میشه؟ میگی این ضرب داره این، یعنی BH ضرب داره BC. بهت بگن این چی میشه؟ AC به توان دو، میگی CH ضرب داره BC. دیگه بهت بگن AH به توان دو چی میشه؟ وسطه به دو طرف BH CH. همه روابط مثلث قائم الزاویه است. معمولا توی کنکور هم یه دونه سوال داره. خب این الان به من داده، میخوایم شروع کنیم حساب کردن. خب ببین، من دونه دونه میتونم برم. میگم 12/2 میشه این و این، 16 ضرب در ایگرگ، پس ایگرگ هم میشه 144 16 12/2 144. این اولیش. دیگه میتونم چی رو پیدا کنم بچه ها؟ از اینجا میتونم زدم پیدا کنم. زد به توان دو چی میشه؟ میتونم براش بنویسم دیگه، میشه ایگرگ به توان دو، ببخشید ایگرگ ضرب داره 16 به اضافه ایگرگ. یعنی ببین با یه رنگ دیگه نشونش بدم، این به توان دو میشد این ضرب داره این. خب از اینجا ما میتونیم زد رو اصلاح کنیم. چرا؟ چون ایگرگ رو داریم. فقط کافیه توی این شما جایگذاریش کنید و جواب رو به دست بیارید. به همین راحتی. خب که اگه اشتباه نکنم اینم بچه ها 9، این ایگرگ 9 دیگه، اینجا 9 اینجا 25، از اینجا زد به دست میاد میشه 15، چون زد 2 میشه ضرب اینا، جذر بگیریم جذر 9 3 جذر 25 5 3 5 تا 15. اینم اگه حالا بلد نیستید چجوری حساب کنیم، 12 ضرب در 12 تقسیم بر 16، اینو به 4 زدم شد 4، اینو به 4 شد 3، اینو به 4 1، اینو به 4 3، 3 3 تا 9. ساده سازی خیلی مهمه. دامنه اینو گفته به دست بیار. دامنه رادیکال چجوری به دست میاد؟ زیر رادیکال بزرگتر مساوی 0. حالا اگر تو سوالی مثلا از یه فرمول یا چند تا فرمول دامنه بیش از یه بار استفاده کردید، باید بین جوابا اشتراک بگیرید. پس یه بار میگیم 2x منهای 1 بزرگتر مساوی 0، 2x بزرگتر مساوی 1، x بزرگتر مساوی 1 دوم. یه بار میگیم 1 منهای رادیکال 2x منهای 1 بزرگتر مساوی 0 به توان 2 میرسونیم. اینجا میشه 1، این بر میشه 2x منهای 1، میارم این بر x کوچکتر مساوی 1. پس به چی رسیدیم بچه ها؟ x کوچکتر مساوی چند؟ 1. خب اشتراک میگیرم، یکی میگه بزرگتر مساوی 1 دوم، یکی میگه کوچکتر مساوی 1. آقا اشتراک اینا میشه از 1 دوم تا 1. اینم از جواب این. دامنه توابع کسری همیشه چی بود؟ آر به جز ریشه مخرج. سوال گفته دامنه این شده آر به جز 0 و 2. خب وقتی دامنه شده آر به جز 0 و 2، یعنی ریشه های مخرج من چند و چنده؟ 0 و 2. پس ما میگیم مخرجمون یعنی x2 به اضافه ax به اضافه b. بهش 0 بدیم ریشه شه، 2 هم بدیم ریشه شه، یعنی جوابش 0 میشه. 0 بده 0 0 b باید بشه 0، b میشه 0،
دو بده. چهار به اضافه دو آ بیام که صفر و بشه صفر. آ میشه منفی دو. خب آ رو خواسته منفی دو. بعدی گفته اینا با هم مساوی هن. دو تا تابع اگه با هم مساوی باشن، یک دامنه قبل از ساده سازی برابره، دو خروجی و برد و اون نتیجه نهاییشون هم بعد از ساده سازی برابره. کلن تو دامنه گرفتن ساده سازی نداریم. یعنی اگه نوشته بود ایکس ایکس هم نمیای اینا رو با هم خط بزنی بگی دامنش آره. این الان دامنش آر به جز صفره. این تابع با این تابع الان برابر نیست. این دامنش آره، این دامنش آر به جز صفره. پس یادت باشه دامنه قبل از ساده سازی. خب شروع کنیم سوال خودمون رو حل کنیم. گفته اینا با هم مساوی هست. اولا که دامنه خب چند جمله میشه آر، اینم مخالف سه و مساوی سه رو اجتماع بگیریم آر. پس شرط اول برقراره. شرط دوم هم باید برقرار باشه. آقا وقتی دوتا تابع مساوی هست، مثلا F1 با چی برابره؟ J1. F2 با چی برابره؟ J2. F3 با چی برابره؟ J3. همینجوری دیگه همه با هم برابره. ما دنبال چیم؟ M. M تو کجا اتفاق افتاده؟ 3. پس این به درد من میخوره. F3 رو حساب میکنم توی این 3 بدی میشه 2M منهای 7. J3 هم حساب میکنم میشه 6. 3 با 3 6. اینا باید برابر باشن دیگه. پس 2M منهای 7 شده 6، 2M شده 13، M شده 13 دوم یا همون 6 و نیم. این از مقدار Mمون. گفته با توجه به نمودار رادیکالیکس اینو رسمش کنید. من مراحل رسم رو بهتون میگم. همیشه هم یادتون باشه اولویت اول سمت چپ و سمت راست رفتن این تابه هاست. کلن بلاهایی که سر ایکس اومده رو اول انجام میدیم. آها این تابه رادیکالیکس، حالا ایکس منهای دوه، بلاهایی که سر ایکس اومده برعکسه. منها شده بود، ما دوتا میریم راست. پس من دوتا میرم راست، این رادیکال ایکس منهای دو. بعد یه منفی تو کلش ضرب شده. بچه منفی که ضرب شده نسبت به محور ایکس تا قرینش میکنه. بعد به اضافه یه سه شده. پس من آخر سر سه تا میارمش بالا چون به کل اضافه شده. ببین اینجا اگه دو بوده باشه، یک دو سه، سه واحد هم میارمش بالا، بعد رسمش میکنم دیگه. حالا این به کجا برخورد کنه رو فعلا کاری نداریم. این هم از جواب این. اگه خواستید دقیق بدونید کجا برخورد میکنه، 11. چرا؟ چون 11 منهای 2 9 جذرش 3، 3 منهای 3 0. همینجوری دیگه ادامه داره. حالا به فرم ابرو برعکس میره سمت پایین. خب براکت حتما اینو بلدید. این محور براکت ایکس. مثلا اگه بگن براکت یک و نیم چقدره، فرض کن اینجا یکه اینجا دوه. یک و نیم و یه توپ در نظر بگیر، ولش کنیم کجا میفته؟ قانون جاذبه تو یک. پس براکتش میشه یک. ما تو براکت میتونیم اعداد صحیحی که جمع شده رو بیاریم بیرون. براکت دو ایکس منهای سه مساوی شیش. براکت دو ایکس با براکت دو ایکس میشه دوتا براکت دو ایکس. یک با منفی 3 میشه منفی 2 شده 6. دو تا براکت 2x شده 8. براکت 2x شده 4. معادله فعلا ساده سازی انجام دادم. جواب قراره 4 باشه. یعنی این گویه توی خونه 4 بیفته. آقا از کجا تا کجا توی 4 میفته؟ از اینجا تا اینجا. پس میگیم ببینید ما اگه بخوایم اینو به دستش بیاریم میگیم پس 2x بین چی هست؟ 4 و 5 تقسیم بر 2ش کنم x میشه بین اینو 5 دوم، بین 2 و 5 دوم قرار میگیره. خب وارون پیدا کردن. آقا وارون پیدا کردن چجوریه؟ جای x و y رو با هم عوض کن، بعدم y رو تنها کن. ببین x مساوی منفی 7y به اضافه 3 5 جاها عوض. حالا
5x میشه منفی 7 y به اضافه 3 میارم این طرف 5x منهای 3 شده منفی 7 y میشه 5x منهای 3 تقسیم بر منفی 7. این از این. یکی دیگه اینجوری حل کنیم، مثلا اینو بهت میدن. خب باز جای x و y این یه منفی کم ترش میذاریم، جای x و y عوض طرف این وسط این x y منهای 5x مساوی 2y به اضافه 3 میارم این طرف، میگم x y منهای 2y مساوی است با 3 به اضافه 5x، y در x منهای 2 شده 3 به اضافه 5x از اینجا میتونم y هم رو حساب کنم، y هم میشه 3 به اضافه 5x به روی x منهای 2، یه وارونم براش میذارم. اینا راه تشریحش، تستی هم داره، فرمول سریع هم داره، جای این دوتا رو عوض کنی قرینه کنی خیلی کارهای راحت تری هم میشد توی این سوال انجام داد، ولی خب میگم ما فعلا فقط خواستیم همین ایده کلی اینا رو شما یاد بگیرید. خب ببینید یه بار با همین رو چک کنیم، x و y رو جاهاش عوض کردم، x y منو 5x شد 2y به اضافه 3 آوردم این طرف، اینو بردم اونور شد مثبت 5x به اضافه 3، اینجا از y فاکتور گرفتم اون x منهای 2، y میشه این تقسیم بر پایینی که من نوشتمش. خب بعدی گفته تابع f به اضافه j به روی 2j را به دست آورید. کی میتونیم دوتا تابع رو با هم جمع منها یا ضرب کنیم؟ وقتی دامنه مشترک باشه، وقتی ورودی یکسان باشه. من دوژه رو همین زیر خودش بنویسم، دوژه یعنی خروجی ها دو برابر میشه منفی 1 و 8، 2 و 10، 1 و 2، 4 و 1. اف به اضافه ژه یعنی جاهایی که ورودی برابره، ببین اینجا ورودی منفی 1، خروجی ها رو با هم جمع کنم 4 با 2 میشه 6، باز دیگه ورودی برابر اینجا 1، 1 و 9 رو جمع کنم میشه 10، باز ورودی برابر 4 جمع کنم میشه 1 و 2، دیگه کاری میتونم بکنم؟ نه. حالا f به اضافه j تقسیم بر 2 ژ، جایی که ورودی برابره خروجی ها رو به هم تقسیم کنم، خروجی 6 و 8. بعدی 1 داریم مال این 10، اینجا 2، اینجا 4 داریم، 1 و 2 به روی 1. این هم جوابش. بعدی داده، این دوتا رو به ما داده، ضابطه F اضافه J چیه؟ اولا که دامنه اینا جفتش آره، پس قطعا دامنه F اضافه J میشه آر، اگه چیز دیگه بود میشد اشتراکشون. من خطا رو میخوام خیلی سریع براتون بنویسم. بچه‌ها این خطی که اینجا میبینیم y مساوی است با ax منهای 1، چون این خط y مساوی ax به اضافه 4، عرض از مبدأشون رو نگاه کردم، توی این خط ریشه‌اش چنده؟ 1 بده، پس a منهای 1 میشه 0، آمون هم 1. توی این خط ریشمون منفی 2ه، منفی 2 بده، منفی 2 آ به اضافه 4 شده 0 آ 2. خب حالا پس یکی از خطامون اینه، y مساوی 1 x منهای 1، یکی از خطامون 2x به اضافه 4. f به اضافه j رو میخواد، یعنی اینا رو با هم جمعشون کنیم. بچه ها اینا رو بخوام با هم دیگه جمعشون کنم، 2x با x میشه 3x به اضافه 3، به همین راحتی. تیپ هفتم، میریم سراغ مثلثات. مثلثات 11امتون این مدل سوالات خیلی توش مطرحه. میگه چرخ و فلکی 30 تا کابین داره که با فاصله های یکسان به ترتیب از شماره 1 تا 30 خلاف جهت عقربه ساعت شماره گذاری شدن. ببینید این یه چرخ و فلکه،
که مثلا اینجا کابین یک همینجوری خلاف جهت عقربه ساعت شماره گذاری شده. بعد میگه اگر این چرخ فلک به اندازه 7/3 عقربه ساعت بچرخد، کابین شماره یک به کدام کابین انتقال پیدا میکنه؟ بچه ها ببینید، این همینجوری کابین داره دیگه، مثلا تا اینجا که دیگه مثلا سیه. ما اول میاییم فاصله کابینا رو حساب میکنیم، ببینیم آقا یه کابین چقدر جابجا میشه. خب کل یه دایره 2π، 30 هم کابین داریم میشه π15، درسته؟ پس فاصله هر کابین π15. یعنی ببین من میتونم بگم آقا اینا هر کدومشون π15 هم. میخوام ببینیم این چیه؟ 7π3. 7π3 یعنی 2π به اضافه π3. خب شما اگه اینجا باشید، شما مثلا اینجا قرار گرفتید، اگر یه 2π به چرخی میای سر جات، یه π3 میری جلو. حالا جا به جاییش رو میخواد. بچه ها ما همیشه مضربای 2π رو خط میزنیم توی دایره، چون یه 2π بری برمیگردی سر جات، پس این جا به جاییش کلن π3. π3 فاصله هر کابین π15، π با π میره میشه 15/5. پس این 5 تا کابین جابجا میشه. ببین یک کابین جابجا بشه، مثلا یکی تو کابین 1، یک کابین جابجا بشه میره تو 2، دو کابین جابجا بشه میره تو 3، سه کابین جابجا بشه میره تو 4، 5 کابین جابجا بشه میره توی 6. پس یادتون باشه 2π رو خط میزنیم همیشه. بعدی اینو گفته حساب کن. آقا ما کمان متمم داریم، اگر جمع دوتا زاویه 90 درجه باشه، میگیم سینوس آلفا میشه کوسینوس بتا. مثلا بیا همینجا 3 و 87، جمعش 90 دیگه، سینوس 3 با کوسینوس 87 برابره. کوسینوس آلفا میشه سینوس بتا، تانجانت آلفا میشه کوتانجانت بتا، کوتانجانت آلفا میشه تانجانت بتا. خب ما اینو میخوایم حساب کنیم. کاری که انجام میدیم اینه، میگیم خب جای کوتانجانت 2 میتونیم بنویسیم تانجانت 88. خب پس من جای این بچه‌ها مینویسم تانجانت 88. جای کوتانجانت 3 میتونم بنویسم تانجانت 87. و سوال مرتب کنم، ببین تانجانت 88، کوتانجانت 88، تانجانت 87، کوتانجانت 87. خب ضرب اینا چنده؟ 1. ضرب اینا هم 1. ضرب کل 1. اینم روشه به دست آوردنش. یکی دیگه این، اینایی که مضرب پی و پی دوم دارن، ما این کارو میکنیم. قدم اول میایم تعیین علامت میکنیم تو کدوم ربه. قدم دوم اگر پی دوم مضرب پی دوم دیدیم، اسمو عوض میکنیم. چرا بدخط نوشتم؟ اگر مضرب پی دیدیم اسم ثابت میمونه. خب تانجانت شده 2/2، اینو میخواد. من دونه دونه اینا رو میخوام براتون حساب کنم. خب بچه ها ببینید، 3π2 به اضافه تتا ربع 4، ربع 4 کوسینوس چیه علامتش؟ مثبت. گفتیم پی دوم دیدیم اسم عوض میشه، پس میشه مثبت سینوس تتا. بعدی کوسینوس پی به اضافه تتاست. خب آقا کاری که انجام میدیم اینه، مگه پی به اضافه تتا نیست؟ این پی به اضافه تتا، ربع چندم قرار میگیره؟ 0. کوسینوس چیه؟ منفی. مضرب پی بود اسم ثابت، پس میشه منفی کوسینوس تتا. سومی سینوس پی منهای تتا. آقا پی منهای تتا اینجاست، ربع دومه دیگه. خب بچه ها تو ربع دوم سینوس چیه؟ مثبت. مضرب پی داریم اسم ثابت، میشه مثبت سینوس تتا. من همه تبدیلاشو به عنوان یه تمرین اضافه دارم براتون حل میکنم. بعدی این کوسینوس بوده، کوسینوس
سه پیه به اضافه تتا. خب اینم گفته حساب کنید. آقا سه پیه به اضافه تتا، یه پی، دو پی، سه پی به اضافه تتا. ربع چندمه؟ سوم. تو ربع سوم کوسینوس علامتش چیه؟ منفی. درسته؟ اسمم ثابت میشه منفی کوسینوس تتا. خب حالا ما کاری که انجام میدیم سوالو میایم بازنویسی میکنیم. من این پایین براتون سوالو بازنویسی میکنم، مینویسم. شد سینوس تتا، اینجا این شد منفی کوسینوس، یه منفی پشتش مثبت کوسینوس تتا، پایین سینوس پی منهای تتا داریم، جاش مینویسیم سینوس تتا، بعدی رم جاش مینویسیم منفی کوسینوس تتا، یه منفی هم پشتش مثبت کوسینوس تتا. درسته بچه ها؟ جوابش اینجوری به دست میاد. خب جواب این الان میشه چند؟ یک. حالا همینو اگه اینجاش سینوس بود، حالا من فرض کنم این سینوس باشه، اگه اینجاش سینوس بود این میشد سینوس تتا، اون موقع اینجاش میشد سینوس تتا. بعد سوال به این تبدیل میشد. ببین اون مدلیش هم بهت بگم که از اون تانژانته استفاده کنه. سینوس تتا منهای سینوس به اضافه سینوس تتا. خب اگه اینجوری شد چی کارش کنیم؟ مدل دوم، یعنی این سری فرض کن این کلمه که من اینجا جا انداخته بودم سینوس باشه، همه رو میایم تو کل صورت و مخرج تقسیم بر کوسینوس میکنیم. چرا تقسیم بر کوسینوس؟ چرا تقسیم بر سینوس نه؟ چون تانژانت داده، تانژانت یعنی سینوس تقسیم بر کوسینوس، سینوس تقسیم بر کوسینوس میشه تانژانت، کوسینوس تقسیم بر کوسینوس میشه یک، سینوس تقسیم بر کوسینوس تانژانت، تانژانت میشه دو تا تانژانت. تانژانت تتا گفته بود دو دهمه، بالا میشه یک و دو دهم، پایین هم میشه چهار دهم، دو تا دو دهم میشه چهار دهم دیگه، که جواب این به دست میاد میشه سه. یک و دو دهم تقسیم بر چهار دهم شد سه. خب بعدی گفته نمودار رو رسم کنید. آقا نمودار توابع مثلثاتی مهمه، من شکل اصلی سینوس رو براتون میکشم. این شکل اصلی سینوس تا دو پی، اینجا یکه، اینجا منفی یک، این سینوس ایکس. حالا من منفی دوتا سینوس ایکس رو میخوام. بچه ها منفی دوتا سینوس ایکس تو منفی دو ضرب شده، شکل اینجوری میشه، اینجا میشه منفی دو، اینجا میشه دو، بعد کلش به اضافه چند شده؟ یک. یه واحد میبرم بالا، پس همین شکل یه واحد میره بالا، یه واحد بره بالا، تقریبا یه چنین شکلی میشه. اینجا دو پیه، کمتری مقدار منفک، بیشتری مقدار سه. اینا انتقال هاست، توی فصلهای تابتون هم خوندید، حالا من اینجا ازشون باز دارم سوال حل میکنم. تیپ هشت، سه تا تیپ دیگه کلن مونده. گفته این بیانگر یه تابع نماییه. بچه تابع نمایی دو تا ویژگی داره، پایش بزرگتر از صفر و مخالف یک، این دوتا ویژگیش، بزرگتر از صفر و مخالف یک. بعد بین اینا اشتراک میگیریم، میگیم آ به اضافه دو بزرگتر از صفر، آ بزرگتر از منفی دو. اینجا آ به اضافه دو مخالف سه، آ مخالف یک. جواب این دوتا رو با هم دیگه من اشتراک میگیرم، ببینم به چی میرسم. آها جواب اینا رو من اشتراک بگیرم، جواب نهاییم میشه از منفی دو تا مثبت بی نهایت بجز مخالف یک، یعنی بجز یک. پس اینم جواب این سوال. این لگاریتم دادم، گفتم لگاریتم 5x به اضافه 2 در پای 9 چی میشه. خب لوگاریتم 2x منهای 1 در پایه 3 شده 2، یه خط میکشیم، 2x منهای 1 شده 3 به توان 2 یعنی 9، پس 2x میشه 10، x میشه 5. x به دست اومد. به اینا میگن معادلات لوگاریتمی، اونایی که x به دست میاریم. معمولا هم باید چک کنین x جلوی لوگاریتم منفی نکنه. دامنه لوگاریتم چیه؟ جلو مثبت، مبنا مثبت، مبنا مخالف 1. حالا اینو میخواد لوگاریتم
5 x به اضافه 2 بیسش 5 بدیم 5 5 تا 25 تا با 2 تا 27 در مبنای 9. بچه‌ها 27 یعنی 3 به توان 3 9 3 به توان 2 میشه 3 دوم لگاریتم 3 در مبنای 3. 3 در مبنای 3 چنده؟ 1. خب بعدی اینو داده اینو خواسته، میگیم لگاریتم آ در مبنای B یه 2 هم داره شده آ، دوشو میارم پشت، دو تا لگاریتم آ در مبنای B شده آ، پس لگاریتم آ در مبنای B شده آ دوم، پس لگاریتم B در مبنای آ میشه 2 به روی آ. خب حالا ما اینو میخوایم حساب کنیم، میگیم لگاریتم B2 در مبنای آ به اضافه لگاریتم B در مبنای آ2 میاد پشت، دو تا لگاریتم B در مبنای آ، یک دومه لگاریتم B در مبنای آ. خب از دو فاکتور میگیرم، ببخشید از لگاریتم اینا رو با هم جمع میکنم میشه 5 دومه لگاریتم B در مبنای آ. B در مبنای آ چی بود؟ 2 به روی آ، ضرب در 5 دوم، 5 دوم 2 به روی آ، 2 با 2 میره، جواب 5 به روی آ. پس اینم از جواب این سوال. دقت کن همش خاصیت های لگاریتم بود، اون فرمولایی که برای لگاریتمتون خوندید. بعدی گفته اینو رسمش کن. خب بچه ها ببینید رسم تابع لگاریتمی وقتی مبناش از یک بیشتره اینجوریه، اینجا عدد یک، خب این لگاریتم x در مبنای 2. ما لگاریتم چی رو میخواییم؟ x به اضافه 1. خب چون xمون x به اضافه 1 شده یه واحد میریم چپ. من اینو اگر یه واحد بخوام بیارمش به سمت چپ اینطوری میشه، بذارید با یه رنگ دیگه بکشم. اینجا یه خط داریم به اسم x مساوی منفی 1، اینجا محور ایگرگا بوده که بهش میگن x مساوی 0 یا همون محور ایگرگا. چون یه دونه اومدیم چپ این مجانب داره، لگاریتما مجانب دارن، اونم میاد چپ، اینجا میشه 0. این میشه لگاریتم x به اضافه 1 در مبنای 2، یه منفی پشتشه نسبت به محور x تا قرینه میشه، پس شکل نهایی من اینجوری میشه، اینجام x مساوی منفی 1. اینم شکل نهایی صورت سواله. خب یه دونم کاربرد لگاریتم میگه در یک زلزله 10 به توان 16 و 3 دهم ارک انرژی آزاد شده است، با توجه به این فرمول شدت زلزله در مقیاس ریشتر را به دست آورید. خب بچه ببینید انرژی رو داده، انرژی ایه، ام شدت زلزله است بر حسب ریشتر. خب پس میگیم لگاریتم 10 به توان 16 و 3 شده 11 و 8 دهم به اضافه 1.5 ام، میاد پشت 16 و 3 دهم شده 11 و 8 دهم به اضافه 1.5 ام. اگر اینو بیارم این طرف بچه 11 و 8 دهم میاد اینور از 16 و 3 دهم کم بشه. خب ما اینو اگه از این بخوایم کمش کنیم ببینیم چقدر اختلاف دارن، 4.5 میشه، 4.5 شده 1.5 ام، ام به دست میاد 3. پس چند ریشتر زلزله اومده؟ 3 ریشتر. تیپ 9 حد، میخوایم بریم سراغ حد. آقا سوال اینو داده یه تابع چند ضابطه‌ای داده حاصل این رو از ما خواسته. خب حدش تو دو از راست، دو از راست از دو بیشتره، از این استفاده میکنه، دو رو بهش میدیم میشه منفی 2 با 2 میشه 0 منهای یه 3 داریم. دو از شب، دو از شب از این استفاده میکنه، دو رو بهش بدیم 2 منهای 3 میشه منفی 1 به اضافه f2، f2 چنده؟ منفی 2 که میشه 3 منهای 2 مساوی است با 1. اینم از این سوال. بریم سراغ سوال بعدی، اینو داریم. ببینید بچه ها
اینو به من داده، حاصل این حد رو از من خواسته. این دردسرساز داره. دردسرش از نوع چیه؟ براکت. ما هر وقت براکت ببینیم باید به عدد تبدیلش کنیم. پس من اینو می‌نویسم لوگاریتم x به اضافه، ببخشید، حد x به اضافه 2a در براکت x، x به سمت 2 از راست به اضافه حد x به اضافه 2a در براکت x، x به سمت 2 از چپ شده 18. خب ما می‌خوایم اینا رو به عدد تبدیل کنیم. ببین کاری که انجام میدم اینه. آقا 2 از راست یه ذره از 2 بیشتره، براکتش هم میشه بچه‌ها 2. 2 از چپ یه ذره از 2 کمتره، مثلا 1.9، براکتش هم میشه 1. حالا شروع میکنیم 2 رو بهش میدیم دیگه. 2 رو میتونیم بدیم چون دردسری نداریم، میشه 2 به اضافه 2 در 2 به اضافه 2 به اضافه 2a در 1 مساوی است با 18. دیگه فقط مونده آ رو حساب کنیم. 2 ضرب در 2a بشه میشه چقدر؟ 4a. یه 2 هم اینجا داریم میشه 6a. 2 ضرب در 2 میشه 4. یه دونه 2 هم اینجا داریم میشه 6. این شده 18. 6a شده 12، آمون میشه 2. پس آی من به دست اومد، مقدار آی ما شد 2. بعدی گفته حد اینا رو حساب کنید. رفع ابهام صفر صفرم. ببین ما اینجا فقط قرار روش رو تشریحش که به کمک ساده سازیه رو بگیم. تستیاش رو توی قسمت دیگه بهتون گفتم. خب اینه اگه ما بخوایم حسابش کنیم x به اضافه 27، این اتحاد چاق و لاغره. چرا؟ چون ما اگه منفی 3 رو بهش بدیم صفر میشه. میشه x به اضافه 3 در x2 منهای 3x به اضافه 9 پایین. از 3 فاکتور بگیرم میمونه x به اضافه 3. x به سمت چند رفته؟ منفی 3. خب ما اینو میخوایم به دستش بیاریم دیگه، جواب اینو باید حسابش کنیم. عاملای ابهام رو تو صورت و مخرج به وجود آوردیم، اینا رو با هم خط میزنیم، منفی 3 رو بهش میدیم. منفی 3 به توان 2 9، منفی 3 ضرب در منفی 3 9، بازم 9 پایین 3. خب 27 سوم دیگه، 27 تقسیم بر 3 چند میشه؟ 9. جوابش به دست اومد. بعدی اینو میخوایم حسابش کنیم، حد 1 منهای سینوس به روی کوسینوس x. آما این سوالو خوب نگاه کن ببین چیکار میکنیم. سوال اینو به من داده گفته حسابش کن. من بهتون گفتم یه ایده حل اینجور سوالات چی بود بچه ها؟ یه ایده حلشون اینه که من بخوام مثلا همارزی و اینا بزنم که اون راههای تستیه که اصلا تو این سوالم نداریم، هوپیتالم که شما ندارید، میام اینو ساده سازی میکنم. چجوری؟ توی 1 به اضافه سینوس x ضرب و تقسیمش میکنم. خب توی این ضرب و تقسیمش کنیم، صورتمون میشه 1 منهای سینوس 2x، مخرجمون میشه کوسینوس x در 1 به اضافه سینوس x. x به سمت چی رفته؟ پی دوم. حالا کاری که بعدش انجام میدیم، یک منهای سینوس 2 رو میشه نوشت چی؟ کوسینوس به توان 2x. کوسینوس x با توان 2 از بین میره، به این میرسیم کوسینوس x 1 به اضافه سینوس x، x به سمت پی دوم. خب اینجا الان پی دومه دیگه، کوسینوس 90 درجه چنده؟ 0. سینوس 90 درجه چنده؟ 1. با 1 2 0 دوم 0. جوابش هم شد چقدر بچه‌ها؟ 0. پس ببین این سوالو فقط بعد ساده سازی انجام میدادید، یعنی با مطالب 11 فقط ساده سازیه که ما میتونیم اینو حل کنیم. حالا یکی دیگه، این تو خودش رادیکال داره. توی رادیکالیا من چی کار میکنم؟ توی رادیکالیا تو مزدوجش ضرب میکنم، اصلا مهم نیست صورت باشه یا مخرج. x به اضافه 8 به اضافه 3 اینا رو تو هم ضرب کنیم به این میرسیم. x به اضافه 8 منهای 9 پایین چی داریم؟ x منهای 1 در x به اضافه 8 به اضافه 3. خب x مون هم به سمت 1 رفت،
بچه ها 8 منهای 9 چنده؟ منفی 1. x منهای 1 با x منهای 1 میره، دیگه بهش 1 میدیم. 1 با 8 میشه 9، جذرش 3، 3 با 3 6 میشه 1 6. پس جواب اینم به دست اومد، شد 1 6. یه سوال پیوستگی حل کنیم. اگر سوالی دیدید چند ضابطه‌ای بود گفتن پیوستگیش رو چک کن، بچه ها ما میگیم باید در صورت پیوست از حد چپ حد راست و مقدار یکی بشه. مقدار این تابه شده آ، این آ، پس میگیم F2 شده آ. حدش رو از چپ میخوام بگیرم، حدش رو از راستم میخوام بگیرم. از چپ از دو کمتره، از این استفاده میکنه. از راست از دو بیشتره، از این استفاده میکنه. خب اینا رو بیایم با هم حساب کنیم. آقا دو از چپ از دو کمتره دیگه، درسته بچه ها؟ از دو کمتر مثلا 1.9 براکتش میشه 1. درد سرساز رو حواستون باشه دیگه، باید درد سرساز رو حتما از بین ببریم. میشه 3x منهای 1 x به سمت 2، 2 3 تا 6 تا منهای 1 5. اینجا 2 بدیم میشه 2 به اضافه 2 4. خب آقا یکی شد 4، یکی شد 5، یکی شد آ. میگه بذار کدام مقدار ها پیوسته است؟ هیچی، چون هیچ جوره این سه تا برابر نیستن، 4 مساوی 5 مساوی ها میشه؟ نه. پس میگیم هیچ مقدار، بذار هیچ مقداری برقرار نیست. تیپ 10 احتمال. توی سوالات احتمال ببینید، ما اول یه احتمال ساده میخوایم حل کنیم. تا سر کلمه احتمال رو میخونید NS رو بهتون میده، از اینجا به بعد رو میخونید NA. این هم یادت باشه ترکیب مثلا 3 از 7 چجوری حساب میشه. انتخاب کردن ترکیبه، پایینی رو تا 1 ادامه میدی، بالایی رو هم همون تعداد مینویسی. ببین 3 2 1 7 6 5 همون تعداد، پایین رو تا 1 هر چند تا شد بالا هم همون تعداد. گفته از 4 دانش آموز سال اول، 5 دانش آموز سال دوم، 6 نفر به تصادف انتخاب میکنیم. پس NS من اینه، از بین 9 نفر 6 تا انتخاب میکنیم. احتمال آن که 2 نفرشون سال اول و 4 نفر دوم باشن. آقا 2 تاشون اولی هن، 4 تاشون دومی هن. خب 2 تا اولی میشه 2 تا از 4 تا و 4 تا دومی میشه 4 تا از 5 تا. دیگه احتمالش رو خواست، این دوتا رو حساب میکنید به هم تقسیم میکنید، میشه NA به روی NS. این جواب این سواله. بعدی میگه احتمال اینکه فاطمه تیری به هدف بزند 1/2، احتمال آنکه میترا تیری به هدف بزند 1/5 است، احتمال اینکه حداقل یکی به هدف بزنه. بچه این سوال مربوط میشه به قسمت احتمال و پیشامدهای مستقل. هر وقت دوتا پیشامد مستقل باشن اشتراکشون اینجوری به دست میاد، پی آ ضرب در پی بی. خب پس اشتراکشون اینجوری به دست میاد، فاطمه تیری به هدف بزنه 1/4، میترا تیری به هدف بزنه 1/5، حداقل یکی رو میخواد. من اول اشتراکشون رو حساب کنم، اشتراکش میشه ضرب اینا، یعنی 1/4 ضرب در 1/5 که میشه 1/20. بچه ها حداقل یکی یعنی اجتماع. هر وقت بگه هر دو رخ بده یعنی اشتراک، بگه حداقل یکی رخ بده یعنی اجتماع. پس من پی آ اجتماع بی رو میخوام، میشه پی آ 1/4، پی بی 1/5، منهای 1/20. اینا مطالب فصل آخر ها، برای بچه های تجربی توی فصل آخره، بچه های ریاضی هم که توی کتاب دیگه شونه. 20 مخرج مشترک دارم میگیرم، اینجا میشه 5، اینجا میشه 4 منهای 1 میشه 8/20. خب اینم از این سوال. بریم سراغ بعدی. دو تا با هم پرتاب شده، احتمال اینکه هر دو زوج باشن به شرط این که بدونیم مجموع اعداد رو شده 8 است کدام است. به این میگن احتمال شرطی، به شرطی که بدانیم اینجوریه. خب این قسمت بدانیم رو شما بگیرید NS جدید، NS جدید سوال. آقا مجموعشون قراره 8 باشه، پس NS من ایناست. ببین میگم 2 و 6 6 و 2 3 و 5 5 و 3 4 و 4.
این NS منه نه 36 حالت، چون گفته این شرط باید برقرار باشه. حالا ما میخوایم هر دو زوج بیان، چند حالت زوجن؟ 1 2 3. پس احتمال من 3/5، چون کلا 5 حالت، 3 تاش هر دو زوجه، شد 3/5. به همین راحتی احتمال شرطی نمیایم فرمول اونجوری بنویسیم، تو مسائلش یه NS جدید تعریف میکنیم با اون حلش میکنیم. یکی دیگه، دو پیش آمد از فضای نمونن، پی آ 2/2، پی بی 22/100، پی بی به شرط آ هم داریم. بچه‌ها پی بی به شرط آ یعنی این، پی آ اشتراک بی به روی پی آ. خب آقا پی آ اشتراک بی رو نداریم ولی پی آ رو داریم، پس میگیم پی آ اشتراک بی به روی 2/10 شده 7/10. درسته؟ جواب 7/10 دیگه. ضرب میکنیم، پی آ اشتراک بی به دست میاد، میشه 14/100. خب من اشتراک رو دارم، به چه دردم میخوره؟ من چی میخوام؟ پی بی پریم به شرط آ پریم. بچه ها این چجوری حساب میشه؟ آ پریم اشتراک بی پریم، پی آ پریم. پس من باید اینو حسابش کنم ببینم جوابش چی میشه. خب ما اینو چجوری جوابش رو به دست میاریم؟ من اینو میتونم اینجوری بنویسم، بنویسم پی آ اجتماع ب پریم که میشه 1 - پی آ اجتماع ب. اینا قوانینه، من دارم حالا بهتون یادش میدم. پی آ پریم هم بنویسم 1 - پی آ. خب آ اجتماع ب رو میشه حساب کرد، پی آ اجتماع ب. فرمول پی آ اجتماع ب اینه، تو حالت عادی پی آ پی بی منهای پی اشتراکشون. درسته؟ پس من کاری که انجام میدم پی آ رو دارم، ببین اعدادمون رو نگاه کنیم، 2/10 و 22/100. خب یه 2/10 دارم که حالا میگیریم 20/100، یه 22/100 دارم، یه اشتراک دارم که شده 14/100. خب اینا اگه من بخوام حسابش کنم میشه 28/100. پس اجتماع 28/100. جواب ما چی میشه؟ جواب ما میشه 1 - اجتماع به روی 1 - پیا، 1 - 28/100 میشه 72/100، 1 - پیا 1 - 2/10 که میشه 8/10 یا همون 80/100. 100 با 100 میره، 72/80 به 8 ساده میکنم 9/10. این هم از جواب این. تیپ آخر، گفته میانگین داده ها 15، اگر به هر داده 5 واحد اضافه کنیم، سپس تمام داده ها رو 3 برابر کنیم، میانگین چقدره؟ آقا شما فرض کن رفتی مدرسه، نمرات، حالا مثال میزنیم، خدای نکرده همه نمرات بوده مثلا 1 اصلا، معلم میاد 5 نمره بهت میده، به همه نمرات 5 تا اضافه میکنه، میشی چند؟ 6. معلم میگه حالا هر چی گرفتی 3 برابر میکنم، معدلت میشه چند؟ 18. 3 برابر میشه. اینجا هم همینه، میانگین 15 بوده، 5 واحد اضافه شده، پس من اول 5 تا اضافه میکنم میشم چند؟ 20. سپس تمام داده ها رو 3 برابر میکنیم، میشه چقدر؟ 60. پس میانگین نهاییمون میشه 60. بعدی، ضریب تغییرات این رو خواستم، یه سوال طولانی وقتگیر که توی امتحانا بهتون میدن. آقا من اینو بخوام حلش کنم، میام اول اینا رو با هم جمعش میکنم. ببینید میانگین رو اول باید به دست بیاریم. میانگین اینجوری حساب میشه، 45 36 میشد یه حدسی زد از داخلش کم کرد، انجام ندادم، 39 تقسیم بر تعداد، جمع تقسیم بر تعداد. خب ما اینو میتونیم جمع کنیم تقسیم بر تعداد کنیم، میانگین ما به دست بیاد. حالا اگه من اینا رو بخوام الان جمعش کنم ببینم چند میشه، خیلی طول میکشه، اینجوریشو فقط براتون نوشتم اینجا داشته باشید. من الان تو چک نویس حسابش میکنم، دوباره برمیگردیم. حالا شما ببینید چک نویس اما ضرر نداره، یه راه تستیه، با اینکه قرار نبود اینجا الان اینا رو بگیم. بیایید از همه 40 تا کم کنید، میشه 5، میشه -4، میشه 8، میشه 2، میشه -1.
حالا جمع کن. 10 + 15 = 5 10 + 5 = 2 میانگین اینا 2ه. 40 تا کم شده شده 2 و 40 تا اضافه کنیم میشه 42. دیدی چیکار کردم؟ 40 تا کم کردم میانگین گرفتم، دوباره 40 تا اضافه کردم. دیگه اینو پاک کنم بریم سراغ راه خودمون. این حالا آخرش گفتم یه روش تستی دیگرم تو آمار ببینید. خب این از میانگین. بعدی واریانس. واریانس چجوری به دست میاد؟ هر داده منهای میانگین به توان 2. آقا 45 و 42 دیگه، 45 منهای 42 میشه 3 به توان 2، 36 منهای 42، 36 منهای 42 میشه 6 به توان 2، 48 منهای 42 میشه 6 به توان 2، 42 منهای 42 0، بعدی هم 3 به توان 2. خب 36 + 36 میشه 72 به اضافه 18. 72 به اضافه 18 تقسیم بر تعداد کل که 5 بوده میشه 18. بچه ها واریانس 18، پس انحراف معیار میشه جذرش، میشه رادیکال 18 که میشه 3 رادیکال 2، نوع ضرب در 2 دیگه. و در نهایت ضریب تغییرات میشه انحراف معیار تقسیم بر میانگین میشه 3 رادیکال 2 تقسیم بر چند؟ 42. خب اینو به 3 ساده میکنم، اینم بعد به 3 ساده بشه دیگه میشه 14، میشه رادیکال 2 14، چون 3 تا 14 تا میشه 42 تا دیگه. پس ضریب تغییراتمون به دست اومد. خب این قسمت تموم شد بچه‌ها.